با درود و سلام بر همیهنان عزیز و درود بر آقای بهبهانی عزیز و عرض تشکر از ایشون که این افتخار رو به من میدن که با شما همیهنان عزیز یک بار دیگه رو در رو صحبت کنیم. امروز سه‌شنبه 8 اسفند 1396 مطابق با 27 فوریه 2018 است و این برنامه را از شهر زیبای کبک سیتی همیشه باید بدترین موقع باید بیاد از شهر زیبای کبک سیتی به شما همیهنان عزیز تقدیم میکنم. امروز برعکس همیشه هوا آفتابی و بسیار هوای بهاریه، ولی دیروز توی برنامه اخبار میگفتش که همچنین زیاد خوشحال نشین چون ماه مارس بین 50 تا 100 سانتی متر دیگه برف باید بیاد. بله، برنامه رو با شعار شروع برنامه که محبت رو جهانی کنیم شروع میکنم. بعد خدمت رو عرض کنم، بله اینه که میبینین این عدد 400ه، یعنی امروز 400مین برنامه از 8مین سال زندگی این برنامه رو به شما دوستان عزیز تقدیم میکنم. عرض کنم حضورتون ما اولین برنامه اون رو روز 10 ژوئن 2010 شروع کردیم و بانی اون هم آقای خراسانی بود. یکی از دوستان پرسیده بود که چطوری بعد از سالها حساب کردی که چند برنامه اجرا شده؟ عرض کنم حضورتون زنده یاد دکتر پرویز قدیریان، دوست عزیز بنده. ایشون باهاش یه روز تلفنی صحبت میکردیم، گفت حتی این برنامه ها همیشه روی یوتیوب نمیمونه، اونها رو ضبط کن. منم که از ضبط این چیزا زیاد سردر نمیآوردم، تکنسیان انفورماتیک آوردم و از اون خواستم به ما یاد بده. ایشون روز اول ایشون سه تا دیویده رو پر کرد، بعدم به من یاد داد چجوری خودم باشو روی دیویده ضبط کنم و بعد از روی اون برنامه های دیویده اینا رو به تدریج شماردیم. احتمال داره که اشتباه هم کرده باشم چون من همیشه از ریاضیات خراب بوده و اگرم اشتباه شده باشه حتما یه دو سه تا بیشتر از 400 تا، نه کمتر از 400 تا. بله اینو قبلا هم گفته بودم، کلاس 12 که بودم یه هم کلاسی عزیز داشتم به اسم آقای تیموری، بیشید بتونه تو کله من فرو کنه مثلثات یاد بگیرم، آخرش هم نشد نگرفتم. خب عرض کنم حضورتون سه تا ایمیل هم داشتم که خدمتتون عرض کنم. یکیش اینه که دوستان نوشته Dear Dr. Ansari, thank you for your informative Mihan TV programs. I have a question and I would appreciate an answer. Question: With the following test result, is it okay if I do not take cholesterol medication and proceed with the good diet? Thank you kindly and very respectfully. عرض کنم حضورتون دوستان عزیز، بنده بارها خدمتتون عرض کردم من نمیتونم به شما بگم شما چه کار بکنید. از اولا از نظر قانونی نمیتونم بگم و بعد من اصلا شما یک کپی آزمایشات کلسترول تو برای من فرستادی، من نمیدونم چند سالته، نمیدونم پرونده پزشکی چیه، تازه همه اینا رو هم بدونم من حق ندارم بگم شما چه کار بکنید. این جواب ندادن رو حمل بر بی‌اعتنایی و بی‌تربیتی من نکنید. هرچی که پزشکتون تجویز میکنه به همون عمل کنید. مطمئن باشید که هم سوادش هم بیشتره، هم عقل و شعورش. یک هموطن عزیزی یک
مقاله به زبان انگلیسی فرستاده که میگه که تخم مرغ و موز با هم بخورید میمیرید. و بعدم از من نظر خواهی کرده آیا به نظر شما این حقیقت داره، این درسته یا نه. بنده هم بهشون جواب دادم والا تا به حال هر دوتاشو با هم نخوردم، هر وقت دوتاشو با هم خوردم اگر نمردم به جواب میدم، خبرت میکنم. یه هموطن عزیزی باز ایمیل فرستاده، What is the root cause phylactomona? Does it have treatment? اینم به جدم قسم من اصلا همچین چیز بیماری به این اسم نمیشناسم. یه چیزی در این باره هست درباره اشکالات مالپراکتیس، ولی بیشتر از این فعلا نمیتونم بگم تا بتونم یه مطالعه جدی بکنم روش، بعد خدمت ایشون هم جواب بدم. خب این از قسمت جواب به ایمیل ها. بعد خدمت رو عرض کنم برنامه بهداشتی امروز ما راجع به اعتیاد به الکل، ولی قبل از اینکه بریم سر برنامه، این هفته باز یک بانوی عزیزی رو به شما معرفی میکنم. و قبل از معرفی این بانو به شما بگم که به زودی 8 مارس فرا میرسه و 8 مارس روز جهانی زنه. فراموش نکنید برای همسرتون، دخترتون، خواهرتون، مادرتون گل بخرید، شکلات بخرید و این روز رو به همکاران زنتون هم تبریک بگید. خدمتتون عرض کنم یه مقاله هست باز از شهروند 22 فوریه، اینو براتون کش رفتم کپی کردم میخونم. درباره ایرانیان جهان و دستاوردهایشان، آشنایی با شکوفه آذر، داستان نویس، روزنامه نگار و جهانگرد. شهروند: در شهروند ستونی به معرفی ایرانیان موفق و دستاوردهایشان در ادبیات، ورزش، هنر، علم، سیاست و حرفه تخصصیشان در هر گوشه جهان، حتی در ایران اختصاص داده شده است. ببخشید. می‌دانیم که خبر بسیاری از موفقیت‌ها به رسانه‌ها راه پیدا نمی‌کند و تنها در جمع کوچک خانواده و آشنایان عنوان می‌شود. پس اگر فرد موفقی در اطراف خود می‌شناسید، لطفاً به ما معرفی کنید، یعنی به شهروند معرفی کنید. ما به دنبال مشهورترین ها نیستیم. اتفاقاً یکی از اهدافمان این است که بتوانیم آنها را که تاکنون تلاش و خلاقیت و استعدادشان تغییری در زندگی خود و یا دیگران به وجود آورده ولی دیده نشدند را به دیگران معرفی کنیم. در شماره‌های گذشته مهوش ثابت، آوا هما، سمیرامیسکیا، سونا مقدم، مهدی رزانیا، مریم حفیظی راد، سارا رحیمی، سعید ولدبیگی، نسرین متحده، سوسن رشیدی، بامداد اسماعیلی، عصمت صوفیه، کامران وفا، یارا شهیدی، سایه اسکای، مهران انوری، گلریز قهرمان و وحید رجبلو را معرفی کردیم. این هفته شما را با شکوفه آذر، داستان نویس، روزنامه نگار و جهانگرد آشنا می کنیم. عرض کنم خدمت دوستان عزیز، من فقط بانوانی که اینا معرفی می کنن به حضورتون معرفی می کنم، برای اینکه از اول بانوان شهیر و موفق رو شروع کردیم به معرفی کردن. آقایون باید ببخشن اگر معرفیشون نکردیم. بله، شکوفه آذر نویسنده ایرانی مقیم استرالیا، نامزد دریافت جایزه استلا پرایز، یکی از مهمترین جوایز ادبی استرالیا شد. از میان بیش از 170 کتاب
تنها 12 اثر به دور نیمه نهایی جایزه 50,000 دلاری استلا راه پیدا کردند که نام شکوفه آذر، نویسنده و روزنامه نگار ایرانی، با رمانی به نام اشراق درخت گوجه سبز در میان آثار راهیافته دیده می شود. شکوفه آذر داستان نویس، روزنامه نگار و جهانگرد ایرانی در پاییز 1351 در تهران از مادری فرهنگی و پدری شاعر و نویسنده متولد شد. او که فارغ التحصیل رشته زبان و ادبیات فارسی است، در فاصله سالهای 1374 تا 1378 به طور گروهی به تدوین فرهنگنامه ادبی و دانشنامه بزرگ فارسی زیر نظر اساتیدی چون حسن انوشه، احمد ویرشک، مهشید مشیری پرداخت. شکوفه آذر در سال 1378 کار روزنامه نگاری را با نوشتن مطالب حق و تحریری در روزنامه های آفتاب امروز و صبح امروز آغاز کرد و سپس در روزنامه های بهار، توسعه، همشهری، هموطن سلام و سرمایه به فعالیت های روزنامه نگاری خود به طور جدیتر ادامه داد. شکوفه آذر همچنین در سال 1384 از طریق مسیر زمینی طی 3 ماه از ایران به کشورهای افغانستان، تاجیکستان، قرقیزستان، چین، هند و پاکستان سفر کرد. سفری که باعث شد در نشریات ایرانی او را اولین زن ایرانی بنامند که مسیر جاده ابریشم را به طور اتوستاپ طی کرده است. او پس از این سفر نخستین مجموعه داستانیش را به نام روز گودال به وسیله انتشارات ققنوس منتشر کرد. کتاب شاید هوس کنم تو را بخورم در حوزه ادبیات کودک نیز از دیگر کارهای اوست که به وسیله انتشارات شکوفه نشر امیر شکوفه نشر امیر کبیر منتشر شد. او که در سال 1389 پس از چند بار دستگیری به علت فعالیت‌های روزنامه‌نگاریش به استرالیا پناهنده شد. علاوه بر تحصیل در رشته هنرهای بصری، تاکنون چندین نمایشگاه از آثارش در حوزه نقاشی و مجسمه‌سازی در شهر پرت غرب استرالیا برگزار کرده است. نشریات ادبی استرالیا شکوفه آذر را ستاره در حال ظهور در ادبیات استرالیا و ایران توصیف کردند و بارها در زمینه ادبیات ایران رمان اشراق درخت گوجه سبز، وضعیت آزادی بیان و زنان در ایران در تلویزیون و رادیو با او مصاحبه شده است. او همچنین به عنوان سخنران ادبی به فستیوال‌های ادبی متعددی دعوت شده است که آخرین آن فستیوال نویسندگان عبود در اندونزی است. رمان اشراق درخت گوجه سبز داستانی است به سبک رئالیسم جادویی درباره رئالیسم جادویی درباره سرنوشت یک خانواده 5 نفری ایرانی پس از انقلاب سال 1357. این رمان ادبی با آمیزه‌های فلسفی و عرفانی، ترکیبی است رنگارنگ و چند لایه از افسانه‌ها و اسطوره‌های ایرانی که مضمون سیاسی اجتماعی در ایران معاصر را در خود پرورش می‌دهد. رمانی عمیق اما پرتحرک که به نوشته نشریه ادبی انزلیت، این رمان خیره کننده که به سبک رئالیسم جادویی حماسی نوشته شده است، همزمان ادای دینی است به ادبیات کلاسیک فارسی و جهان جنون‌زده‌ای که نویسنده آن را توصیف کرده است.
بله، این رمان ابتدا به زبان فارسی نوشته شده و سپس به وسیله آدرین گیچک به زبان انگلیسی ترجمه شده و در انتشارات وایلد دینگو پرس در ملبورن به چاپ رسیده است. پروفسور بیدن افورد، رئیس دانشکده حقوق بشر دانشگاه کرتن غرب استرالیا، در مراسم رونمایی این کتاب در آگوست 2017 گفت این کتاب زنده است. اشراق درخت گوجه سبز مراقبه بر غذای زندگی است. رمانی که ما را از سنت رئالیسم جادویی که یادآور فرهنگ‌های بسیاری در جهان است به تعریفی مشخص از خودش می‌رساند. قصه‌گویی به سبکی که خارج از گفتمان امپریالیسم غربی و سلطه شمالی است. شکوفه آذر ما را با خود به سمت و سوی زندگی، مرگ، فرهنگ، ادبیات، خانواده، ملت، ایدئولوژی، سکس و هر چیز لعنتی دیگری می کشاند. این داستان را می توان مراقبه مرگ و زندگی نامید. چقدر دیگه بوده؟ نه زیاد نمید. بله. بذارید اکسشون را پیدا کنم. بله. آنیتا بست، نویسنده نشریه رایت ناو، این عکس این خانم با یک تابلو زیبا، بله، نویسنده نشریه رایت ناو درباره این رمان نوشته است. آنچه که باعث می شود رمان اشراق درخت گوجه سبز حقیقتا یک رمان منحصر به فرد باشد این است که شخصیت‌های ماورا و طبیعی با آمیزه ای از تکنیک‌های قصه‌گویی کلاسیک ایرانی به طوری کاملاً واقع‌گرایانه روایت شدند. اینکه چطور این در لفافه از سمبول ها و روایت ها پیچیده شدند بار دیگر مهارت های ادبی شکوفه آذر را به اثبات می رسانند. اریک مایر، نویسنده نشریه آرتس هاب، همچنین درباره این رمان نوشته است. اگر این کتاب یک نقاشی بود، این تابلو آنقدر بزرگ می بود که در هیچ گالری جای نمی گرفت. در این میان میریام کوسیک، روزنامه نگار سرشناس روزنامه د استرالیان، این رمان را جزو 5 رمان برتر ادبیات استرالیا در سال 2017 ارزیابی کرده و نوشته سبک نگارش این رمان محصور کننده است، یک شاعرانه درخشان. حتی وقتی که داستان پیش می رود و حال و هوای داستان تاریک و غم‌انگیز می شود، بعضی جاهاش قاطی شده نوشته ها. توصیف یک کلمش خونده نمیشه. از گلها، حیوانات، پرندگان و مناظر مثل یک تلسم جادویی محصور کننده است. گفتنی است که این رمان قرار است به چند زبان دیگر از جمله فرانسوی، ایتالیایی، آلمانی، ترکی و چند تا دیگه ترجمه و منتشر بشه. درود بر این بانوی موفق و درود بر همه بانوان ایرانی، چه اونایی که موفق شدن و چه اونایی که ما مردان نذاشتیم موفق بشن. خب عرض کنم حضورتون برنامه بهداشتی امروز ما درباره اعتیاد به الکل که به فرانسوی بهش میگیم الکلیسم کرونیک. در مدت زمانهای طولانی پزشکان و مردم بین کسانی که گاه گاهی در جشنها
و مهمانی های فامیلی و دوستانه مشروب می نوشیدند و کسانی که روزانه و مرتب مشروب می خوردند و اصطلاحاً با آنها الکلی مزمن می گویند فرق می گذاشتند. امروزه الکولوگ ها یعنی متخصصین بیماری های تولید شده توسط الکل آنها را از هم جدا نمی دانند و عقیده دارند که یک حالت زنجیره‌ای بین نوشیدن الکل روزانه و گاه گاه وجود دارد و هر دو باعث تولید مشکلات سلامتی تولید شده توسط الکل می شوند و نمی شود خطر این مشکلات را فقط به گردن یکی از آنها انداخت. با اینکه تعداد افراد معتاد به الکلیسم مزمن کمتر از کسانیه که گاه گاهی می نوشند، با این حال همه کسانی که بیشتر از 3 گیلاس الکل برای مردها و 2 گیلاس برای زنها در روز می نوشند در خطر واقعی برای سلامتیشان هستند. منظور از گیلاس در اینجا همون ظرفی است که در بار با اون الکل سرو می کنند که معادل 21 گیلاس در هفته برای مردها و 14 گیلاس برای زنهاست. ولی توجه داشته باشید که همه افراد به طور یکسان مقاومت در اعتیاد به الکل ندارند و این میزان گفته شده برای همه یکسان نیست. عده‌ای از افراد ضعیف‌تر هستند تا دیگران. نوشیدن مشروبات الکلی در زمان کوتاه، یعنی مثل یک شبنشینی، اول شجاعتی می‌دهد که شخص کارهای ممنوعه انجام دهد. یعنی آدمی که شروع می‌کنه به نوشیدن، یکمی سرش گرم میشه، هیچ وقت تو مهمونی نمیره بالای میز برقصه، ولی سرش که گرم میشه میتونه بره بپره بالای میز و شروع کنه برقصیدن. و بعد رفلکس های شخص کمتر و کمتر میشه و میرسه به گیجی و از دست دادن تعادل بدن و در نزد افرادی که از نظر روانی صدمه پذیر هستند مشکلات روانی هم تولید میکنه. مصرف بالای الکل به یک کمای اتیلیک ختم میشه که اگر درمان نشه میتونه باعث مرگ بشه. این حالت مستی ممکنه که دیگه تکرار نشه، ولی باعث از بین رفتن خطرات اون نمیشه و فقط با یک بار دیگر تکرار اون میتونه دوباره باعث کمای اتیلیک و مرگ شخص بشه و یا باعث تصادف در جاده و یا غرق شدن در آب بشه. یعنی مشروب بخوره بره تو سخشنا کنه اون تو خفه بشه. سمتوم ها: همیشه مستی تکراری علامت خطری را نشان نمی دهد و در بین افرادی که زیاد مشروب می نوشند یا مشروب می خورند، فارسی مشروب می نوشند، هم به خوبی آن را تحمل می کنند و اطرافیان هم متوجه نمی شوند و سالها ممکن است طول بکشد تا عوامل خطر دیده شود. ولی در طی این سالها علامات سبکی دیده می شوند که خاطر نشان می کند که خطر را درک کنید، مثل این علاماتی که
در نزد الکلی های مزمن دیده می شود. ببخشید باز. مثل اهمیت ندادن به مسائلی که مهم هستند، مثل دپرسیون های تکراری. این افراد کمتر پروژه‌ای در زندگی دارند، کمتر به مسائل اهمیت میدن، کمتر از مسائلی که قبلا لذت میبردن لذت میبرن. کارهایی را که قبلا دوست میداشتن برایشان اهمیت کمتری داره. یک دپرسیون میتونه همراه مسائل زیر باشه. اول خشونت که وارد زندگی روزانه میشه. اول خشونت زبانی و بعد بدنی، مثل کتککاری با همسر و کودکان. بله، اگر صدمات عصبی و مغزی تولید شده باشد، عدم تعادل و مشکلات حرکتی میتونه تولید بشه. بعد صدمات کبدی که میتونه تا سیروز کبد پیش بره. اگر صدمات کبدی مهم باشه، تولید زردی یا ایکتر میکنه. و بعد بدکاری هایی که در دستگاه گوارش دیده میشه. بعد تولید لطمه به پانکراس که باعث پانکراتیت مزمن میشه، یا تولید دردهای شکمی و گاهی استفراغ میکنه، و لطمات روانی مزمن. الکلیسم و بانوان در فرانسه، چون اونجا بیشتر الکل زیاد مصرف میشه، مطالعه در اونجا انجام شده. در فرانسه بین سنین 20 تا 79 سالگی حدوداً از هر 10 بانو یک نفر هر روز، و حدوداً از هر 10 نفر 4 بانو هر هفته الکل مصرف کردند. مصرف بالای الکل در مردها خیلی بیشتر است، مخصوصاً در گروهی که وضع کاری و اجتماعی خوبی ندارند و می توانند از صبح برند در بار و الکل مصرف کنند. در صورتی که بانوان می توانند مسئولیت شغلی داشته باشند و به تنهایی الکل بنوشند. یک اختلاف مهم دیگر هم وجود دارد و مسئله ازدواج. در مردها یک عامل محافظت کننده است، ولی نه برای بانوان. از نظر پزشکی خطرات بیماری های سروز هپاتیک، فشار خون بالای سرخرگی، کاردیومیوپاتی، خونریزی های دستگاه گوارش خیلی بیشتر در نزد بانوان دیده میشه. فراموش نکنیم که سقط جنین و سندروم جنین الکلی در هنگام بارداری از عوارض نوشیدن الکل. یعنی ببخشید باز جمله رو غلط نوشتم، باید می‌نوشتم که نوشیدن الکل باعث میشه که سقط جنین و سندروم جنین الکلی تولید بشه. خوشبختانه بانوان معتاد و الکل انگیزه بیشتری برای ترک الکل و از دست ندادن کودکانشان دارند. وقتی که تحت درمان قرار بگیرند، همینطور برای درمان مشکلات سلامتی دیگر مثل ناهنجاری های غذایی
نگرانی ها و دپرسیون شانس موفقیتشان خیلی بیشتر از مرد هاست. تنها پیام قابل قبول برای بانوان در هنگام بارداری عدم استعمال کامل الکل. حتی اگر مایل به بارداری هم هستند باید الکل را قطع کنند، زیرا بسیاری از بانوان پس از ماه دوم و یا حتی سوم بارداری متوجه میشن که حامله هستن، زیرا غیر ممکنه که بشه گفت چه مقدار الکل میتونه روی جنین اونها اثر بذاره و چه مقدار الکل تولید خطر نمیکنه. البته مسائلی مثل مقدار تحمل الکل، وضعیت ژنتیکی، وزن و مدت زمان بارداری و همینطور مسائل دیگری هم وجود داره که در همه بانوان یکسان نیست. اگر اطلاعات دقیقی درباره مصرف کم و گاه گاه الکل نداریم، مصرف روزانه متوسط و بالا دقیقاً مطالعه شده و عوارض اون مشخصه. مصرف روزانه 2 تا 5 گیلاس الکل در هنگام بارداری میتونه باعث تأخیر در رشد کودک در هنگام تولد و یک لطمه مغزی او بشه. بیشتر از 5 گیلاس احتمال سندروم جنین الکلی با مشکلات شدید رفتاری و عقب افتادگی شعوری و یادگیری واقعیه. الکل اولین عامل صدمات مغزی غیر ژنتیکی در کودکانه. جنینی که در رحم مادر الکل دریافت کرده به احتمال بسیار زیاد در آینده معتاد به الکل و همچنین دچار مشکلات مربوط به الکل خواهد شد. اثرات الکل در جامعه. شخصی که تحت تأثیر الکل قرار داره کنترل در خلق و خوی خودش رو نداره و در نتیجه اطرافیانش با خشونت‌های زبانی و فیزیکی او روبرو هستند، مثل زنان کتک خورده و خشونت در جامعه و چیزهای مشابه. تعداد زیادی از افرادی که زخمی شدند و یا کشته شدند در تصادفات اتومبیل، 40% این تصادفات با رانندگی یک راننده مست همراه بوده که مسئول تصادف بوده. حالا ببینید اینجا این کانابیس هم آزاد بشه، مشکل دیگری خواهیم داشت با رانندگی کسانی که دچار توهم کانابیسی هم هستن. بله، مشکل دیگر بالا رفتن میزان بیماری های مقاربتی است که شخص تحت تأثیر الکل فراموش میکنه که از کاندوم استفاده کنه. این رو ننوشتم ولی اضافه کنم حضورتون که الکل میل جنسی رو زیاد میکنه ولی قدرت جنسی رو کم میکنه، و خدا رحم کنه به کسانی که از داروهایی مثل ویاگرا و امثال هم استفاده میکنند در حالت مستی.
یک سوم اعمال شبیه جرم و جنایی بر اثر مصرف الکل و خرجی که الکل برای جامعه در فرانسه ایجاد میکنه بیش از 17 میلیارد یورو در ساله که باید به اون مشکلات سلامتی، غیبت در کار، تصادفات شغلی، زجر کشیدن روانی اطرافیان بر اثر خشونت‌های فامیلی و غیره رو بهش اضافه کرد. در حالی که درآمد دولت فرانسه از تکس بر روی الکل 1.5 میلیارد یورو در سال. مشکل اصلی بله، حالا چه موقع به پزشک باید مراجعه کرد؟ مشکل اصلی آگاهی شخص به وابستگی خودش و الکل. بسیاری از اشخاص قبول ندارند که معتاد به الکل شدند و یا آن را جدی نمیگیرند. برای متخصصین به اعتیاد به الکل بسیار مهمه که شخص به پزشک درمان کننده حقیقت را بگوید که چند گیلاس الکل در هفته با چه فرکانسی و در چه شرایطی مصرف میکنه، زیرا پزشک برای کمک به اوست و نه برای قضاوت او. پزشک قاضی که نیست که درست مثل این که به پزشک بگه که چقدر و چه مواقعی سیگار میکشه، زیرا این اطلاعات در صورت لزوم به پزشک کمک میکنه که تصمیماتش دقیق تر باشه. 8% الکلی های شدید تحت درمان قرار میگیرن و آزمایش خون اطلاعات لازم را درباره وضعیت کبد که عضوی است که بیشتر از همه از الکل صدمه می‌بینه و پانکراس، مخصوصاً در کسانی که مدت هاست الکلی هستند رو نشان میده. پس از سالها نوشیدن الکل، عوامل هوشیار دهنده جای شکی برای تشخیص باقی نمیگذارند. یک اکوگرافی از کبد و پانکراس هم مفیده، بهش میگن اکوگرافی آبدومینال. البته بغیر از کبد و پانکراس کلیه ها هم میشه دید، کیسه صفرا هم میشه دید. بله، و اگر پزشک مشکوک به سیروز کبدی باشه یک بیوپسی از کبد هم لازم میشه. ترک کردن مصرف شدید الکل وقتی که شخص نه از نظر روانی و نه از نظر فیزیکی معتاد نیست راحته و فقط مشورت کردن با پزشک درمان کننده و راهنمایی‌های او کافی است و برخلاف آنچه که قبلا فکر می‌کردند که شخص مطلقاً نباید الکل بنوشد، کافی است که مقدار مصرف را کم کنه که دارای آثار مثبت بر روی سلامتیش است. ولی برای این کار شخص باید قبول کنه که زیادی الکل می‌نوشه. این قبول نکنه که فایده نداره. ترک کردن برای ترک اعتیاد به الکل یک پروتکل وجود داره که مؤثر بودنش ثابت شده که شخص مصرف الکل را قطع کرده و برای تحمل کمبود الکل پزشک تجویز میکنه که شخص 1.5 تا 2 لیتر مایع در روز بنوشه، البته مایع بدون الکل، بدون شکر و بدون کافئین. و همینطور
از یک دارویی که داروی ضد نگرانیه به اسم بنزو دیازپین به مدت 48 ساعت با دوز قوی و به مدت و 10 روز بعد به تدریج هی میزون اونو کم میکنه کم میکنه کم میکنه و به این دارو در همین مدت ویتامین B1 و اسید فولیک هم به مدت 3 تا 10 روز تجویز میشه برای اینکه شخص کمتر احساس خستگی و بدخلقی بکنه و اشتهاش هم بیشتر بشه. البته حداقل تا گیلاس بعدی، زیرا متاسفانه مشکل اینجاست که شخص موفق به ترک نمی شود و تعداد کسانی که دوباره شروع به مصرف الکل می کنند بسیار زیاده. ببخشید نگه می این تبنیش بدم. بله، پیشگیری از شروع دوباره، درست مثل ترک سیگار امکان دوباره شروع کردن بسیار زیاده. اگر دفعه اول موفق نشدی، دلیل اون نیست که هیچ وقت موفق نمیشی، ولی نشون میده که موفق شدی چند روز یا چند هفته یا چند ماه رو بدون الکل بگذرونی، که خودش شروع خوبیه. یک ضرب المثل میگه هر شکستی اولین قدم برای پیروزی بعدی. شخص میفهمه که چه عاملی باعث شد که دوباره شروع کنه و در نتیجه دفعه بعد شانس موفقیت بیشتری خواهد داشت. باید انگیزه و شجاعت و تصمیم به ترک الکل را داشت برای زیاد شدن شانس ترک کردن و دوباره شروع نکردن. راههایی وجود داره، مثل تحت نظر بودن با پزشک درمان کننده یا متخصص اعتیاد و یا ثبت نام در گروه های معتادان قدیمی که موفق به ترک دائمی شدند. پزشک می تواند از داروهای کمک کننده به ترک اعتیاد استفاده کنه. از درمان های قدیمی مثل داروهای مثل نالترکسون یا خط خدا نمیتونم بخونم و یا اکامپروستا یا داروهای جدیدتری مثل باکلوفن که کمک میکنه به بعضی اشخاص که مصرف الکلشان را کم کنند بدون اینکه احساس کمبود الکل داشته باشند و زندگی اجتماعی و شغلیشون را از سر بگیرند. یک داروی ضد غش هم کمک میکنه به کم کردن مصرف الکل. همینطور داروهایی که روی دریافت کننده های مخدرها در مغز اثر میگذارند میل به نوشیدن الکل را هم کم میکنند. مطالعات درباره تحریک های مغناطیسی که از جمجمه وارد مغز میشوند و سلول‌های مغزی را توسط میدان مغناطیسی تحریک می‌کنند ادامه دارد. در خاتمه، یک داروی معجزه‌گر که بتونه تمام مشکلات الکل را حل بکنه وجود نداره. فعلا وجود نداره، زیرا میل سرکش به نوشیدن الکل در بیشتر مواقع
مشکلات بزرگ کنترل مسائل احساسی منفی رو میپوشونه. به همین دلیل شکست های زیادی در ترک الکل وجود داره، حتی با داروهای جدید که متاسفانه همه کس همین داروها رو به خوبی تحمل نمی کنند، دارای آثار ناخواسته زیادی هستند. همه داروها دارای آثار ناخواسته هستند. الکل باعث تولید مشکلات سلامتی زیادی میشه. باید از همه امکانات برای جلوگیری از سقوط شخص، یعنی سقوط یعنی نه اینکه بیفته، از اینکه دوباره شروع کنه و شروع دوباره استفاده کرد. با استفاده از داروها همراه با تراپی رفتاری با کمک روانشناس و کمک به داشتن نگاه دیگری به جامعه، یعنی شخص نگاهش به جامعه عوض کنه، اختلالات تولید شده توسط الکل رو نباید به عنوان نداشتن اراده به حساب آورد، بلکه به عنوان یک بیماری مزمن که باید درمان بشه مثل همه بیماری های مزمن دیگر. عرض کنم حضورتون هدف از این برنامه مثل این درباره الکل یا درباره چی بود اسمش یا درباره اینجا بهش میگن پوت یا همون توی ایران، نه تو ایران اینجا از برگش استفاده میکنن، تو ایران از شیرش از چیش استفاده میکردن که بهش میگفتن هشیش. حالا این همینطور سیگار درباره مضراتش، این که بنده عرض میکنم فقط جهت اطلاع شماست. حالا میخواین گوش بدین میخواین گوش ندین، من چه شرط بلاغ است با تو میگویم، تا خواه هست سخنم پند گیر و خواه ملا. دوست داری مشروب بخوری بخور، به من ربطی نداره. وظیفه من این بود که بگم اثراتشون چیه. خب عرض کنم حضورتون برنامه بهداشتی ما به پایان رسید. یه کمی کوتاه بود، یه چند دقیقه وقت هست که آقای بهبهانی یک موسیقی جالب یا یک کلیپ جالب برای شما خواهند گذاشت. برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد به پایان میرسانیم و اگر عمری باقی بود هفته و هفته های آینده در خدمت شما عزیزان خواهم بود. روز و روزگار به شما خوش. تا برنامه و برنامه های دیگر شما را به خدا میسپارم. بله. خب برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد به پایان میرسانیم و اگر عمری باقی بود در هفته و هفته های آینده در خدمت شما عزیزان خواهم بود و تا هفته های آینده شما رو به خدا میسپارم. روز و روزگار به شما خوش. بدرود تا برنامه.